بعضی وقتا طول میکشه که صدا رو میکروفون رو دوستان بگیرن به خاطر سرعت اینترنت. فرزین سکوت صدای شما رو نداریم، بفهمی خواهش میکنم. درود بر شما، یک لحظه. الو بفهمید صداتون، بفهمید قربان صداتون پخش میشه. الو الو صدای منو میشنوی؟ الو قربان صدای منو داری؟ بله، خواهش میکنم تلفن و تلویزیون صداشو قطع کنید، شما صداتون رو ایر داره پخش میشه، بفهمید صحبت کنید. کجا رو ما همین الان تلویزیون میکنم میکنم؟ بفهمید خواهش میکنم. جان دکتر فروتن؟ بله خودم هستم، بفهمید. سلام عرض کردم قربان خدمتتون جان دکتر فروتن. درود بر شما عزیزم. من صدای از تلویزیون ندارم الان؟ نه الان همه چی خوبه، مردم صدای شما رو دارن میشنون رو تلویزیون. فقط بفهمید صحبت کنید. صدای دکتر فروتن به موارد بسیار بسیار ریز و عالی این دفعه حداقل اشاره فرمودین. بله من متوجه هستم ازتون، سپاسگزارم. و از کنم خدمتون مطالب بسیار بسیار ریز درست و درست با پایه و اساس بود و بدون یک ریزه یا یک لغزش این برونوری که بتونه حداقل در منافع فکری خودتون بتونه در این دخالت بدین. بسیار عالی بود. جناب دکتر فروتن، اگر قابل تبدیل و تکمیل، تمام ایران متوجه شدم در اثر چه برنامه هایی و چه لغزش هایی که از نظر فکری با هم در تضاد هستیم و چندین بار ما شکست خوردیم که درست نقطه عطفی است که شما میتونید متاسفانه بعد از 30 سال 40 سال تازه روی این مسئله اقدام بکنید. حالا این فرمایش شما درست بود، طرف میگه من برای چی بیام، دو بار سه بار برای شما انقلاب کردم جلو رفتم، اون وقت اومدیم به جایی که به من بگین دستتون درد نکنه فقط به خاطر اینکه عرض میخوام گویش من با شما فرق میکرد منو زدین کنار. راستم هست، درستم هست و همین هم شده. اولین فکر و تجمعی که میتونیم بکنیم برای این برنامه همون نزدیک کردن اونهاییست که زحمت بیشتر میکشن برای بقام و دوام این و بقای این مملکت زحمت میکشن. نباید اینو اصلا هم نباید بگیم نه آقا من اینجوری صحبت میکنم چون شما لهجه دارین شما نمیتونین صحبت بکنی پس من میتونم. نه، و اینم بهتون عرض بکنم، همین الان گروه ها و احزاب و تشکل ها و سازمان های اروپایی خیلی 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 جلوتر از خود امریکا و سایر قاره های دیگه، حالا هر کجا که شما به نظرتون میاد، دارن فعالیت میکنن و خوشبختانه موفق هم هستن و به نزدیکترین تفاهم ها رسیدن با هم دیگه و دارن صحبت میکنن. من تعجب هم هستیم که چرا به اطلاع جناب ولی و سایری نرسوندنید و یا حتی اقل کسی رو نفرستادیم که برسونن برای ما. بله، و هیچ نوع امیدی هم به کاری امریکا ندارن و نخواهند داشت، حتی اونجا که خودشون میگن من درز نمی کنم. بله. من فقط دارم به روایت میکنم یا به قول من نقل قول میکنم و متاسفانه عربی شو بگم. بخواهش در هر صورت قربان این عرضی بود که کردم خدمت شما. بدیم به اون کسان، باید اطمینان بدیم که ما حق شما را نه اینکه مشارکت، نه مثل نوروز، نه مثل نوروز که گفتن آقا مشارکت کردیم و فلان، نه متاسفانه نوروز هم از دست ما گرفتن، ما مشارکت کردیم در اصل اون برنامه ای که اون نداشتم. همین، من بیشتر از وقتم نمیگم. اگر به اینا اطمینان بدیم و حالا تفاهم نامه هست میخواییم بنویسیم، اساس نامه هست، شرکت نامه هست، هر جوری که دوست داریم بگید آقا اگر شما هم با من دست به یکی بشیم و ما بتونیم ایرانمون آزاد بکنیم، این برنامه مال شماست، اینم مال شما. بله شما این. خیلی متشکرم از تلفنتون و خیلی ممنون از صحبتهایی که فرمودید. در اتاق بیلوکس آیدی ریپابلیکن صحبت میکنه فرزین جان. بعد از فرزین پلتاک دوباره بعد از ریپابلیکن شما رو اعلام خواهم کرد صحبت کنید. دفعه قبل عذر میخوام، خیلی طول کشید، مجبور شدم تلفن بگیرم. ریپابلیکن صدای من رو داری عزیزم؟ اگر دارین لطفاً علامت بدید تو اتاق بیلوکس. ریپابلیکن از فعالین زحمتکش ما هست در داخل کشور. واقعاً اون روزی رو من لحظه شماری میکنم که این همه عزیزانی رو که در این سالها
که فقط با یک آیدی ما میشناختیم، آیدی پلتاک یا شماره هسته مقاومت و غیره، یه روزی باشه در ایران که تک تک این عزیزان رو ببینیم و از نزدیک همدیگر رو بغل کنیم و در شادی آزادی ایران با هم باشیم. ریپابلیکن عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. چند لحظه طول میکشه از ایران که صدا برسه. خب درود عرض میکنم، امیدوارم که دوستان بذارید مطلب رو اول یک گلایه، چون از تلویزیون پارس یک گلایه از تلویزیون پارس انجام بدم. نمیدونم واسه چی برنامه شون رو شبکه رو ماهواره W3 قطع کردم و بعدش هم رو خاطر بردم که نیومدن هنوز. بالاخره پایگاه تنها پایگاهی بود که برنامه شما، صدای ما به گوش مردم ایران و جهان میرسید، اون رو هم متاسفانه تلویزیون پارس با یک کار اشتباه قطع کرد. صدا قطع و وصل میشه چون که حادثه که تلیفا بردوشنه به برمرسیان و حتی یک لحظه هم نمیتونن کانال رو نگه دارن. حتی به مولی سزن اشتباه حال نمیدونم عمدی یا غیر عمدی انجام دادن. به هر حال 3A بدون هیچ مشکلی هفت قد و خواست بره حادثه برد و نتونست، این جای سوال داره. حالا در مورد طرح نهاد مردمی دکتر فروتن، این طرح رو من چند روزی که با بچه های فعال داخل ایران در میون گذاشتم و نظر خواهی کردم ازشون، همشون در سیستم و نوع طرح شکی ندارن و همه تعریف کردن. فقط سوالی که واسه شون پیش اومده و این سوال هم خیلی پیش به هر حال پرسیده میشه از داخل کشور، که چرا برای ما جا باز نیست اونجا، یعنی واسه بچه های داخل کشور جایی نیست که بتونن کاری انجام بدن. و من بالاخره توضیحاتی واسه شون دادم که اینجوری اونجوری باید با شناسه واقعی باشن، ولی به نوعی قانع نشدن و گفتم چون که در این طرح جای قطع و وصل میشه. ریپابلیکن عزیز، خیلی صدات قطع و وصل میشد و در این آخر هم قطع شد به کلی. چند دقیقه به آگهی داریم؟ میتونیم بریم الان آگهی ها؟ 5 دقیقه مونده به آگهی ها. اوکی، اجازه بدیم پس من این قسمت که شما سایت نهاد مردمی، مثلا قسمت کسانی که درجه غیر صورت مسیر واقعی هستن، که مثلا اونها اظهار نظر اونها باشه، یا به هر حال سوال بود که واسه بچه های داخل خیلی پیش خیلی داشته باشه و از داخل حمایت قوی بشه، که از داخل ایران پا گرفت و به جلو رفت، دنیا رو مجبور به حمایت کرد. این سوال رو اگه ممکنه جواب بدید، یا اگه امکایی که حالا یوزر واقعی نیستن و از داخل میخوان حالی داشتن، این رو هم تکلیفش رو روشن کنید، خیلی هم نرمال نازم.